آدمی را قوتی هست از خیال، اگر خیالاتش بود صاحب جمال و اگرم خیالات بدی داشته باشه به قول مولانا او رو لاغر میکنه. باری فکر دیگه در اصطلاح، حالا این فکرها اگر یا خیالات اگر قوت بگیرند و بالاتر برند، بیماری هم میتونن برای آدمی بیارن و هزار چیز دیگری که از او خبر داریم. ببینید تعبیر لگدکوب خیال خیلی تعبیر قوی و صحیحی است که مولوی در اینجا به کار، واقعا اینا رو به صورت یک سپاهیان، یک اسبهای قوی تلقی و تصور کرده که بر سرزمین روح ما میتازند و میکوبند و میکوبند و ما از لگدکوب خیال اینها شب یک جان خسته ای رو به بستر میبریم، روز یک جان لگدکوب شده ای رو با خودمون حمل میکنیم و به میان جامعه میاریم. لگدکوب معناش اینه. اون وقت نه صفا برای ما باقی میگذارند کدورت روح و نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر، که این آخریش از همه مهمتر است، اینکه مانع سفر ما هم میشوند. خیال چنان که گفتم جای دیگر مولانا از خیال که سخن میگه میگوید که دور باش غیرتش آمد خیال، گرد بر گرد سرا پرده جلال. ببینید خداوند دو صفت، یعنی دو دست صفات دارد که یک دست صفات جلالیه، یک دست صفات جمالیه، چنان که عارفان گفتن یا به تعبیر عارفان مسیحی میستریوم ترمندوم و میستریوم فسینانس، یعنی اونایی که فسینیشنن، فسینیتینگن و جاذبه دارند، و اونایی که ترمندومن یعنی وحشت میآفرینن، آسام آفول یعنی هیبت با خودشون میآورند. این دو دسته که جلال و جمالن، یک دسته دافعه دارند، آدمی رو میرمانند، یعنی شما احساس میکنید در مقابل یک موجود فوق العاده پر محابتی قرار گرفتید، دست و پا خودتون جمع میکنید. از اون طرف صفات جمالی جاذبه دارند، شما رو میکشند، جذب میکنند و محبت معشوق رو و محبوب رو در دل شما میافکنند. مولانا به ما میگوید که این سراپرده جلال الهی، یعنی در اون مسند جلالتی که خداوند نشسته است، که یکی از اقتضاعاتش این است که نامحرمان رو دور بکنه، یکی از سپاهیانش یا یکی از ابزارهایی که به کار میگیره خیال است. خیال رو میفرستد به سراغ نامحرمان. دور باش غیرتش آمد خیال. این کلمه دورباش رو ما امروز کمتر میشنویم، ولی در عرف اجتماع گذشته بسیار جاری بوده. وقتی که سلطانی حرکت میکرد، کسانی پیش و پس اون سلطان و کاروان او رفت میاد و دورباش میگفتن، یعنی به دیگران میگفتن از راه سلطان دور شوید، گاهی هم با تهاجم و با کمال بی حرمتی این کار رو میکردن. من خودم اوائل انقلاب که به مناسبتی در ضمن یک دلگیشنی به شوروی سابق رفته بودم، اونجا خب ما جزء به هر حال دیستینگویشت گست بودیم و چنین و چنان، و این طرف اون طرف ما رو میبردن و به کرملین رفتیم و دیگران رو خلاصه ملاقات کردیم. من کاملا این رو به چشم میدیدم، ما که در بنز خودمون نشسته بودیم، ماشین های پلیس از پیش و پس ما که حرکت میکردن، با کمال بی ادبی اینها یک چیزهای شبیه چوب دستی های در دستشون بود، از شیشه ماشین بیرون همینطور ماشین های دیگر رو دور میکردن، میزدن که راه رو باز کنن، هیچ حرمتی هم نمی نهادن به دیگران. یاد همون دورباش افتادن. دورباش ما سلطان نبودیم البته، ولی خب دورباش سلطانی رو به چشم دیدیم. عرض می شود که وقتی که اون فضا رو شما تصور کنید، این سخن مولوی خیلی بیشتر به دل می نشینه. دورباش غیرتش آمد خیال. خداوند غیور است، قبلا هم در این باب سخن گفتیم، یعنی نامحرمان رو از وارد شدن به حوزه اسرار باز می داره. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز،
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. منظورش آیت الله دست غیب نیست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. و غیرت الهی معناش این است. میگوید که این غیرت یه ابزاری داره، ابزارش خیاله، خیالات رو خدا میفرسته سراغ این افراد نامحرم و که اونها رو دور کنن، دور باش بزنن، به خیالات مشغول بشن، به خدا مشغول نشن، دنبال اسرار و رازهای عالم نروند، چشمشون به پاره از حقایق باز نشود، کور و نابینا و ترش و خام باقی بمانند. این یک نقش مهمی است که خیال بازی میکنه. از اون ور خیال معشوق نقش مثبتی بازی میکنه. غزل خیلی لطیفی داره مولانا در دیوان شمس که همه شنیدید، که دل من رای تو دارد، غم صفرای تو دارد، رخ فرسوده زردم غم سودای تو دارد، ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد، به دو صد بام برایم، به دو صد دام درایم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد، اگرم در نگشایی ز ره بام برایم، که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد. خب اولا مولوی در اینجا اشاره میکنه به روی زرد خودش و در حکایت ها و احوال او هم نوشتن که مرد لاغرندام زرد روی بود، از بس گرسنگی میبرد و گرسنگی میاد. میگه رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد، ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. میگه خیال تو، صورت ذهنی تو، صورت خیالی تو هم همون زیبایی و شکوه واقعی تو رو داره. یعنی وقتی که تو تجلی میکنی در دل عاشقان و در دل عارفان، اونقدر لطیفی که خیال تو همون لطافت رو با خود حمل میکنه، اونقدر با شکوهی که فر و سیمای تو در خیال تو هم هست. به همین سببه که جای دیگه میگه اون خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. بستانی دارد خداوند، نامش رو بهشت بگذارید، هرچه میخواید. مهرویانی در اونجا هست، عکس این مهرویان خیالی است که عارفان مشغول او میشوند. اون خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. غزل شماره 152، لسان الغیب، حافظ شیرازی، تار استاد هوشنگ ظریف، صدا اندلی. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد.